ترکش خشونت رفتار ترکا به آلمان با 3 میلیون ترک نیز رسید و طی 2 روز گذشته ترکای موافق با اردوغان به تخریب مغازه های مخالفین پرداختند و در بسیاری از اماکن پلیس نتوانست به موقع دخالت کند. مارتین دولرز نماینده حزب چپ آلمان در پارلمان دولت شهر هامبورگ در مصاحبه با نشریه اسپوتنیک آلمان میگوید خطر سرایت خشونت‌های ترکیه در آلمان زیاد است و در آینده تشدید خواهد شد. سیاستمداران احزاب سبز، چپ و تعداد زیادی از حزب سوسیال دموکرات و همچنین از حزب خانم مرکل از دولت خواستند در مقابل خشونت‌های دولت اردوغان در ترکیه و درگیری‌های چند روز اخیر بین طرفداران او و مخالفین در آلمان چهره نشان داده به ترکیه هشدار تحریم بدهد. گزارش‌های رسیده از حمله ترکای طرفدار اردوغان به مغازه ترکای علوی، طرفداران فتح الله گولن و حزب پی‌کی‌کی اوچلان نشان می‌دهد به نسبت افزایش خشونت در ترکیه در آلمان نیز مخالفین اردوغان مشکل پیدا می‌کنند. حتی چند نماینده پارلمان و افراد بلند پایه سیاسی آلمان تهدید به مرگ شدند. پخش حمله‌های وحشیانه طرفداران اردوغان به محل کسب و کار مخالفین در شبکه‌های تلویزیون باعث شد تعدادی از نمایندگان پارلمان از جمله اوزدمیر آلمانی ترک تبار و رئیس حزب سبزها از دولت بخواهد دخالت کند. وی گفت آلمان به زودی شاهد ورود تعداد زیادی ترک پناهنده سیاسی خواهد بود. از سوی دیگر رسانه‌های گروهی در تفسیرهای خود آوردند آلمان نمی‌تواند به این سادگی‌ها دست از مبادلات اقتصادی با ترکیه بردارد. طی سال 2013 حجم مبادلات بازرگانی آلمان و ترکیه 33.7 میلیارد یورو بوده که در سال گذشته به 38.6 میلیارد یورو رسیده است. نکته دیگر سفر سالانه 5 میلیون توریست آلمانی به ترکیه است و حتی بیش از 70,000 آلمانی برای همیشه در ترکیه زندگی می کنند. خبرنگار نشریه تاگس سایتونگ در برلین در شبکه کانال دوم تلویزیون ملی آلمان در جواب به این سوال که آیا آلمان رابطه اقتصادی خود را با ترکیه کاهش خواهد داد گفت آلمان با شیاطین دیگر در خاور نزدیک رابطه اقتصادی خوب دارد، بنابراین دلیلی ندارد مناسبات بازرگانی خود را با ترکیه کاهش دهد. مارتین دولزر نماینده پارلمان دولت شهر هامبورگ به نشریه اسپوتنیک آلمان میگوید اردوغان میداند چه میکند. او میداند اتحادیه اروپا در موارد مختلف مانند برپایی سیستم کنترل هوایی سوریه، ناتو و جلوگیری از هجوم پناهجو به او احتیاج دارد، در حالی که میدانیم این کشور به تروریست‌ها اسلحه میدهد، از داعش نفت میخرد، ارتش این کشور در شهر مرزی تال ابیاد با داعش همکاری میکند. بنابراین با سیاست اردوغان آشوب در منطقه بیشتر خواهد شد و خاور نزدیک و میانه از زندگی عادیه بیشتر دور خواهند شد. ایرج ربیعی، آلمان. ترکش خشونت